پامنار. برسیمت خانومی. بسی بس رو قر میکنی. تاکسی. زندانی مجید صفایی نگاه کن گرفته خوابیده. بلنش فصل جمع کن آزادی. جناب سرنگ میگم که واسه ما خبر خوشی نیست. جواب آزمایشت بیاد بعدا. خبر آزادی همه زندانی بیاد سر ما دفتر. خدا خدا کن جواب آزمایشت مثبت نیاد. امیر این دفعه بفهمم افتادی رو کفی رفتی سمت عمل ممل. خودم اینه گوسفند قربونیت میکنم. گوسفند چیه بابا؟ من خرتم. ای بابا آخه میکشی یه قصه داری، نمیکشی از همه آدم عالم باید بکشی. بابا به کی بگیم؟ اینا ترک کردم. به چی رو خب دیگه بابا بسه. منم غریبم بازی در نیاد تو فکرتم. بری دیگه بر نگردی. آچکه قربون آقا. آچکه دو دفعه رفته زیارت، یه دفعش رفته شاه عبدالعظیم، یه دفعش هم رفته امامزاده داوود و سلام. آره یادمه، بار اولی که واسه دعوا رفته بود، بار دومم که نرگس رو از طرف مدرسه برده بودن اردو، مجیدم با موتورش رفته بود چشچرنی اونا، ولی حالا عاشقی عاقلش کرده داره میشه عینه حاج میرزا، مثل اونا نمازخونه با اینو مکم که رفته. این خریت بلبونه دیلر اشهل خانا دیگه. ننه پاشو رسیدن خبر مرجش برس. از تا دل که نگفتی نه؟ والا بله چی جورم الله دا دل بازده. نمیخوای تو اسمندو دود کنی؟ بر بابا مرزی جون دیگه من باید برم. الان میان من اینجا باشم خوبیت نداره. باشه دست در نکنه زحمت برمه. کشیدی ممنون. مادر خدا نگهدار. ساقل کسیم اللعن آغرم آسیم. خدا حافظ بالا. به کس هارا و جدم مجد ها بخ جو بی اینا رو با آب زمزم هم بشورن باز اصلاح پذیر است. نگاه کن خاجه ها سوزو کن خجالت. ما هرس نفر راجی واسه قلبت ضرر داریم. امیر رضا سلام علیکم. خدا قوت. علیکم السلام حاج آقا. در مغازه شما چرا؟ السلام علیک یاننه. آمجید چی میشد من دافر اردم نچه میمردی؟ ایشالله پا بده دور بعد یه تیلیتان با شما بریم ننه. و سلامتی از مجید سلامت بر فرس ایوان.
حیوانه آب بده. چش. این آب نه آب تمیز بسه بیارن. اینجوری باشه باید نوشابه برش با کنم برده. به گبله حیوان خره سر ببر. عوض شو هست گبله؟ خوبی؟ سلام. سلام. برادرتون قبول باشی از مکه اومده. دست شما درد نکنه. عوضی آجا کجا؟ باید اقلا گوسفند جلو باید بکشی. السلام علیکم یا میرزا. علیکم السلام کاکو. سلام علیکم میرزا. ببین حرفات چجوری آدمو چپرون میکنه. با یه اشاره آقا مجید ما مرد خدا شد. بخت یار شد میرزا. قبل اینکه بریم مادر اهل بیت ببوسیم بیاییم پابوس شما. جات خالی میرزا. چه صفایی کردیم تو مروه. به خدا آب زمزم آوردم بدم خدمتتون. ممنون ممنون کاکو. حجکو مقبول آقا مجید. نوکر شماست. بزرگیتون میرسونم. اما داچ مجید کعبه سنگ نشونی است که را گم نشود. حاجی احرام دیگر بند ببین یار کجا. ها کاکو یار کجا. بابا 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 بعد داش عباس داشت جای شما خیلی خالی بوده. وسط رمه جمعه زدیم دهمن شیطون رو صاف کردن. انشالله خدا قسمت شما بکنه. جمع کنید بساتتون رو. معرکه رو انداختین؟ شما هم اینجا جمع نشید. برید خونه هاتون. آجیتون هم الان میارن. نوکر آقایون. خیلی ممنون. تشریف برین شام در خدمتتون هستیم. زحمت کشیدیم بفرمایید. ده برین دیگه وسطی نگاه میکنه. آقایون گشنه هاش بیارن خونه ما شام. قیمه داره. اتل شد چشی بابی کی اومده؟ داش عروس. اگه یه بار دیگه عباسا آمجید رفته مکه بعد شما میگی زیارتیت قبول بده شرطی آقا میزاری اجرا کرده الان شما باید بگی عروسیت نبارش حالت مزید. صبر کن ببینم ما با کسی شرط و شروطی نداریم. شما هم بهتر برید از همپالگی های خودتون زن بگیرید. دور بر ما هم نپلیکیم. طرف حساب من میرزاست. سوقاتی موقاتی رو میدم خدمت ایشون. ما بقیه حرف ما بزرگتر ها. بفهم یا نزو. سلام از کرد. سلام علیکم و رحمت الله. حال شما. حال شما. مبارکه. حاجی داریم؟ البته حاجمون بیشتر به حاجی لک لک شبیه تا ظاهر مکه. داش مجید نوکرتم. داش مجید همین که تو رو از زندون آزاد کردن و پشتبندیش جواب آزمایش منم اومد. پاک پاکم بزن قدش. چی شد خانم دبیر؟ گردختن بچه اجابن چخماز این هم ماده جر. پس که تا حالا تو مکه مهر مشهد میفروشند و جواب آزمایش میدن. خودت یه خلی. بابا میرزا من با اجازتون دیگه میرم خود. ای الله یا بلاره اندر یا چه ندله بلاره اندر. اچه ده شخلق شخلق بچه اینه ده شخلق. سنه چیم قز برجه. تقصیر و سفیک جدن بود. میکشمه تافتون. آخه مرتی که علاقی چه آبر روزی بود کردی. این ساقاتی بود خریدی؟ یا ابو علفی تو مکه مور مشهد میفروشن؟ بابا مگه من کف دستم کجا نمیدم؟ من از کجا میدونم تو مدینه مکه بهور نمیفروشن؟ من نگستم مرکه تو هر کجا پیدا کنی؟ عزیز من از کجا میدونستم تو از زندان تا اینجا میخوای یه سر بری محکم بزنی بیای؟ میکشم مجید باش نیست دیگه مجید باش نیست دیگه مجید کلانتری ده جور پرونده داره. بچه های خودمون صد بار سر شربازی و شرطبندی و قمار و اینجور چیزا گرفتنش. حالا کی باور میکنه؟ اونم به خاطر یه خاطرخواهی گندلات محل عابد و زاهد و مسلمون بشه. چرا نشه بابا؟ چرا نشه؟ بایی اینجا پل سراته که تو پرونده زندگی خلق و لارو رو میکنی. این همه توی مغازه و دم دستگاه و مسجد رفت و اومد کردی. ندیدی و نشنیدی که خیلی از مجید بدتراشا یه شبه هر شدن و خیلی هم از من و تو بیتراش یه شبه خر. فاصله هریت و خریت ها
همش یه نختن. اما بابا خاطر خواهی دختر مردم که دلیل سلوک معنوی نیست، این هوسه. کجاش عشقه؟ بگو ببینم شما این رو با چه سنگ مگی فهمیدی؟ عشق حقیقی اگه با یه خاطر خواهیم شروع بشه بونه یه حرکت. منم که یه کلم گفتم، اگه آدم شو دختر او که سهله، جونم اون واسش میده. هی بیزار به دلش خط بدیم بابا، نه که دلش خط خطی کنی. میرزا خیلی ها را همین جوری جلده میرا. خب بیزاریم آسه، بالاخره نگفتی حکمت شیرینیو چیه؟ خدا رو شکر میرزا، بالاخره اداره قبول کرد برگردم جبهه. الحمدلله، خدا قسمت ما هم بکنه. سلام علیکم نرگس خانم. بابا شما اگه حرمت این فامیلی دور نبود جواب سلامت هم نمیدادم. با شاکری این تن کفنشه همش واسه خاطر شما بود. تو سر بابا میرزا ما میخوای کلا بذاری؟ بابا خود میرزا شرط کرده بود سر براشه، میدونی اگه دستا میخون چه زایه بازاری میشه. پس معلوم میشه تو میرزا رو نشناختی. همون شب اول معلوم بود فهمیده چرا غیبت زد، اما به ما چیزی نمیگفت. فکر علی از اول که اومدی خواستگاری نمیشناخته؟ هیچ از خودت نپرسیدی تو این دوره زمونه کی پیدا میشه به یه سابقه دار زن بده؟ آره بابا شما هم حق داری با ما سرکوف بزنی دیگه، بالاخره پای همو بهترون که میاد وسط معلومه مجید سوزوکی سابقه دار جاش کجاست. حبس که بودم چیزایی شنیدم باورم نمیشد. در دکون آقا دیدمش، مبارکه. اصلا نقل این حرفا نیست، میخواست بره جبهه، اومده بود خدافظی. بعدشم مثل مکه رفتن تو دروغ و چاخان نبود. لابد فکر کردی من ندید ولید خواستگارم. بعد از این همه بگو مگو با عباس سر تو خوب دست مزد ما رو دادی آقا مجید. دستت درد نکنه، تا به رو میرزارم تو محل بردی. هنوزم میخوای با دوز و کلک و قالتاق بازی مشکلتو حل کنی. دیگه نمیخوام ببینمت. این حاجی که از مکه با منا برگشته، ماری نشکرفت با اجده ها ورگشته، اجده ها ورگشته. امروز فریده مکر این حاج مجید سوزوکی را نخوری. خانه خراب از خدا هم برگشته، برگشته. ایوان ایوان حاج مجید، ایوان. بعضی ها داشتن میگفتن که شما مکه نرفتی، من گفتم خودم و تو زندان دیدم حاج مجید. جبه بندید فلک راب گوشت. چشم. مالیکم، چه خبره محل باقلی؟ این یارو ماتورزاریه بود، با یه جبه شیرنی اومده بود پیش میرزا اینا خدافظی کنه بره جیپه. میگن خواستگار دختر میرزا هم هست، میرزا هم خاطر اینه خیلی میخواد. از کی شنیدی این حرف رو؟ از ننم. میدونی ننم از مرضیه خانم شنیده بود. من از کسی خودم نشنیدم. بابا منم جای میرزا بودم دخترم به یه آدم غریبه که نمیدادم، میدادم داش مجید خودمون. اصلا جبه رفتن که کاری نداره، داش مجید ما مکهشو رفته جبهش هم میره. نمیشه زر نزنی. نه اما بل میدقی نزنم و ضعیفی بینیم چی داره بگه. Allah'ın
راست میگه این کپک. اگه این پسر هزاری قاپ میرزا رو بدوزه که کار تمومه. منم باز برم جبه. عالی شد بابا، جبه فقط برادر حاج داشت مجید سوزوکی رو کم داشت. حاجی ساتان بفهمه حاج مجید ما میخواد بره جبه میخیزه به خودی. اصلا همه با هم میریم خوش میگذره. دسته اوباش کوچه دردار خبر دار. شوخی دارم آت. خب من فکر کردم تا بی خود فکر کردی. وقتی میگم میرم یعنی میرم، زر اضافه نزن. میگم یکی دو ماهی بریم دات ما. آبا که از آسیا گفتاد چون میندازیم داش مجید رفته جبه. این فیلم ها دیگه میرزا رو خام نمی کنه. اما حسین نرگس خانم هم خیلی شیکاره. حساب همچش هم کردم ها. گاوطلب بینم پادگان آموزشی، یه کارت بسیج مسیج میگیرم میشه سند. بعد یکی دو ماهی ول میچرخم دیدم اوضاع داره بیریخ میشه، یه فیلمی رو بنازم برمیگردم دیگه. وقت میشه چی؟ برادر مجید تو این دور زمانه برادر مجید و نمیدونم حاج مجید خیلی توفیق نداره. ای بر و اینم یه فیلم دیگه است. حالا با کی میره جنگ؟ حالت خوشه تو هم؟ حالا کجا میری داش مجید؟ میرم دنبال کارهای ازام ازام. مرضیه، مرضیه، مرضیه مرض؟ آقا داداش من داره میره جنگ، وقت اون بالا داری کفتر بازی میکنی؟ یعنی چی؟ شما حاضره من برم زیبه مفقود الاثر بشم برگردم با من ازدواج کنه؟ زبون تو گاز بگیر. ببین مجید ما به خاطر نرگس چه نازایی که نمیکشه، اما تو چی؟ به خاطر من حاضر نیستی دل آقا داداشمو به دست بیاری؟ بابا من که مجید شما نیستم، مجیدم میرزا نیست. هر کسی روحی مرام خودش ایداما میکنه. مرده شور اون مرام تو ببرم. تو از ازش خاطب هیچ بویی نبردی. خدا سرم میشه موقعیتش پیش نمیاد. خیلی خوب شما ناراحت نشو، منم باش میرم. ولی فقط همین دمی جیبه میرم تا بیخش نمیرم. ایوال لوتی مجید، مجید سلام علیکم. خیالت راحت باشه دارم میپزمش. چیه؟ شاواسی اومد اینجا تو دیگه چی میگی؟ عملی با سره داره بیاره من نگام کنه. دستناس باش مجید میفهمم بد هر جا بری با آتم چه بهش باشه چه جهنم. ما چاکریم. تکبیر تقبل الله ان شاء الله. سلام تقلبا خوش اومدید. خسته نباش. سلام علیکم. سلام علیکم. عمو شو دیر رسیدی عمو تا دیگشم کلا باش. عجب حال توپ بی پیدا کردم. فقط من تقبل الله رو باید بپرسم. داشت سه میشد. آی برادر، آی عزیز. بله آج آقا. ما؟ اون کفش انشالله صاحب داره، بفرم. جونم آج آقا. کفشای شماست؟ شرمنده. ما گفتیم تو صف عقب نمونیم. اومده بودیم بریم ثبت نام. ثبت نام اون وره. شما بفرمید اونجا من میام خدمت شما. کفشتون رو بپوشید برید. شبیه کفش شما بود. ببخشید. شبیه دیگه. بله بله با اجازت خدا انشالله همه رو به راه راست هدایت کنه. الان یه سلام واسه رزمندگان اونجا با مای که اینجا میخوان بریم اونجا صلوات بلند بفرست. سلام سلام محمد. چرا خبر شلوغش کردین؟ خدا بد نده مسجد پیداتون شده. عباسا اومدیم بریم جبهه، کار بعدی داریم میکنیم. شما عشق خالکوبی ها میخواییم بریم جبهه؟ بزنید گاراژ ببینم جای شما همون چاله میدونه نه جبهه. جبهه خاکش پاکه. با خود اون آب میبریم اخبی، نگران نباش. شما خودت 8 سال فقط نشستی پشت میذاری نوم نویسی میکنی، هنوز سنگری نشده که اینم یاد خاک هوا کردی داشت. به تو چه مربوطه؟
هر موقع توفیق بشه و خدا به طلبه، خب منم میرم. پس بشین تا توفیقت بشه. میشه میشه خیلی خوب خیلی خوب. شما همه تون باید گزینش بشید، باید امتحان پس بدید. همینجور اللابختگی که نمیشه که، همه چیز حساب کتاب داره. باید معلوم بشه که هر کسی چند مرده حلاجه. بری تو صف ببینم. خب حاج آقا، پای اینا به خط برسه فضای معنوی جبهه رو خراب میکنن. من که میگم با دو سه تا سال سرکاری همچین اینجور دست به سرشون کنیم برن. همین تصمیمم دارم. آجا گونده اینا منم، جای همه شون گزینه میدم. گزینش میشن، گزینه نمیدن. گزینش میشن. خب اسم شما چیه؟ ها؟ بله، این جانب بسم الله الرحمن الرحیم، بایرام گودرزی، معروف به بایرام لودر. بچه ها میگن انگیزه شما چیه؟ انگیزه انگیزه چیه؟ نترس بگیم انگیزن معنیشی نمیدونم، اون یکی رو بپرس، اونو بلدم. انشالله که نماز جمعه رفتید دیگه. بله بله رفتم، ساعت 3:34 رسیدیم، گفتن دیگه تعطیله، بره شنبه باز میکنم. خب بفرمایید که نماز جمعه بنده نداره، تعطیل بوده دیگه. بوش بده جانم. بله بفرمایید که نماز جمعه اصولا چند رکعته؟ اصولش چه؟ ببینه خدا بیامرزه، پدر ما عمرشو داده به شما. اون خدا بیامرز میگفت جمعه چون که آدم سر کار نمیره، بونیه زیاد داره، هر چقدر بخونه ثوابش میره به روفی مرده‌هاتون. بخونه 40 50 تا شدن بخونه. آخ خنده نداره چه بابا، آدمایی هم کوزینه دیگه. داداش اینجا چی میدن؟ آب لیمو. کامپوت هم میدن. اون بالاره هم میدن. آره بچه خوب باشه، اون تلویزیون منم بهت میدن. جون ما حاج آقا اسم منم ثبت نام کنید لطفا. اسم شما چیه؟ بیژن مرتضوی. آی بیژن خان، خب انگیزه شما چی از رفتن به جبهه؟ برای اون تلویزیون اومدیم. اون بالاره اونا مال رزمنده هاست، توی جبهه هم تقسیم میکنه. خب ما هم رزمنده ایم دیگه حاج آقا. شما رزمنده یا کفشنده؟ ای بابا شما میگی ما به دل گرفتیم آقا، اشتباهی شد بابا، اومدیم سریع بیایسیم تو صف جا نمونیم، کفش شما رو اشتباهی پوشیدیم. خیلی خوب خیلی خوب، تو باید گزینش بشی. بفرمایید ببینم که اصولا کفن میت چند تیکه است؟ مردونه یا زنونه؟ آه باریکلا باریکلا، بالاخره تو یه خورده از اینا بیشتر حالیته. قربون شما. خب چند تیکه است؟ دو تیکه داره، سه تیکه داره. مگه مایوه برای شنا مرده که شنا نمکنه فکر کنه مایوه. خیلی خوب شما شما اصولا مستراح رفتید تالا؟ تا دلت بخواد زیاد از خیلی هم طول میکشه، من شاهدم. نصف عمرمونو تو مستراح بودیم. میخواستم بپرسم ببینم که وقتی که وارد اونجا میشید کدوم پاتونو اول میذارید تو، راست یا چپ؟ بابا اصلا برادر حاجی شما ما رو با اینا بفرست، ما با کله میریم تو مسترا. سلام کنن آجا موسی بکنم سه دادی. حاجی جان نمیخوایی بپرسی کفنش جیب دار باشه یا بیجی؟ آخه برادر من این حرفا چیه؟ کی گفته برای انجام تکلیف الهی و جون دادن در راه خدا باید بدونی کفن میت چند تیکه است؟ حاج آقا اینا که مستحبات و واجبات اولیه دینشون رو نمیدونن، آخه چجوری میخوان برن جبه؟ چه عیبی داره ندونن؟ میرن یاد میگیرن. آخه ما که نمیتونیم تو جبه کلاس شریعت واسه یه مش عراض ادا بنازیم، اونم این نعوذ بالله. یه حرفا کدومه؟ این بنده های خدا همین که اراده کردن برن جبه از جرگه ارازل خارجن. من شما هم باید خادمشون باشید، نه ای که خار راشون، وگرنه باید اعلام میکردیم یه لشکر فرشته بیان ثبت نام، نه آدمی زاد جایز الخطا. بقیه رزمنده ها و شهدای ما هم که برون پی از آسمون نازل نشدن، از مردم بودن. هنر همینه، کیمیاگری، یعنی اینکه بتونی از نخاله ها طلا بسازی. اینا اینقدر شیشه خورده دارن که اگر جبهه اسیدم باشه اینا ککشون نمیکسه. حاجی جان میرزا خودش پدر شهید رو دل سوخته، بی حکمت ضمانت کسی رو نمیکنه. اینا فردا اعزام میشن.
اینا جبهه رو به لجن میکشن، مسئولیت شرعیشم به عهده شما. شما نگاه میکنن ها؟ سلام آن سیفی. سلام آمیرزا شمایی؟ ببینم کاکو، شما به ساز دنیا میرقصی یا دنیا به ساز شما؟ با دل شکسته آمیرزا نمیشه رقصون، نمیشه رقصی. برای چی دل شکسته آمو؟ عمری با این جماعت انس گرفتم، میشه سفارش ما رو بکنی؟ سفارش چی کاکو؟ منم با داش مجیدینا راهی کنید. آخه باید یکی دست تو رو بگیره، با این چشمات میخوای بری جبهه چیکار کنی؟ آخه عزیز من، جبهه که مطرب خونه نیست بری اونجا مزغون بزنی که. حاج آقا بفرمایید، حاج آقا بفرمایید. شما همینجا پشت جبهه خدمت کنی خیلی بهتره همونجا. قبل از انقلاب مطرب کافه بودم، بعد از انقلاب توبه کردم و خودم رو به کوری زدم. البته اون موقعش هم کور بودم. عجب آدمی بودم، ناچس چش داشتی دست رو؟ تا اینکه میرزا دستم رو گرفت و آبروم رو خرید، یه جایی به هم داد، منم پاتوخ کردم. چشم ما روشن آمیرزا، مار تو آسیم پرورم بی. ما به گذشتت کاری نداریم، ملاک امروز آدم هاست. اما شما برای جبهه و رزبنده ها چی کار میتونی بکنی؟ همونجا منکریشون میکنم، شادشون میکنم. ببینید میتونم آهنگ براشون بزنم. خوبه، خدا خیرت بده. نزن انقلابیش هم میتونم بزنم. بزنم همین یه قلم رو کم داشتیم که الحمدلله جنسمون جور شد. خدای عاقبت ما رو ختم بخیر انشالله. نزن آقا جون، نزن. حلالمون کن. نمیشه دلم دریاجی. خب باید یه جوری جواب مردم رو بدم یا نه؟ آجی پس دمپر گلوله و توپ و تفنگ و اینا نری. نگران نباش، تحقیق کردم، تو 6 ماه آینده حمله مملهی تو کار نیست. الحمدلله. نخونه دراز بخ 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 بخ، نه فلفلی نه قلقلی نه ما دلای کار. آجی تونه ماهی هم وسط گذاشتم، رفته بیجار زیاد نخوری وسط ضرر داره. حاجی با این همه کمک بود جبهه وقت به من خیانت میانت نکنی. حاجی اصلا غذایی که خودم برات گذاشتم بخور. مولودی خانم گوش بده، یه آش پشت پای مشت درست میکنی، تمام فک و فامیل و تمام اهالی محل رو دعوت میکنی، میگی حاجی رفته خط مقدم جبهه، ممکنه شهید بشه برای خدا نکنه. حاجی با اینو همینجوری میگم بگو علکی بابا جون من اینقدر شلوغش. حاجی این فیضو بذار بقیه ببرن، شما برگرد سایت بالا سر ما باشه. آقا جلال منزل رو میبری حضرت عبدالعظیم، نظرش رو ادا بکنه و بعد میبری منزل. این ماشینم پارک میکنی، یه وقت نری مسافر کشی، بیت المال خلاف شده. روشن شو؟ چشم آج آقا، خدا حافظ شو. ایوا حاجی، خدا مرگم به دست کاری یادت رفت. خدا حافظ. برو قضا بالات حاجی. با همین حرفا مغزتو شستشو دادن. بچه دست بردار، اسخر شیطون بیا پایین. این مملکت فردا دکتر و مهندس نمیخواد، فقط گوشت دم توپ میخواد. بیا پایین میری نفله میشی. ببین الان اینطوری حرف میزنی نمیتونم مدل خوش برم. راست میگه، بذار بیاد گوگوری، هیچ چیش نمیشه. با هواش داریم. بفهم خانم، تحویل بگیر. اینم بچه‌ای که تربیت کردی عزیز دردونت. سه نده کپک. بابا دروغ میگی، شوخی میکنه. حالا نمیشه نری مادر. خانم این کلش باد داره، هر فالیش نیست. بیا بریم بابا. بریم دیشو آقا جون. همون سفری بالا من آقا. بریم دیشو آقا تو تره کرد. آقا مجی. برو بالا آقا جون. برو بالا. سلام آقا مجی. ما چاکریم. باز دوباره این مرزیه دنلقی کرد؟ نه، تو محل همه فهمیدن داریم میرین جبهه. آره، اما این بار دیگه خالی بندی نی. آره میدونم، اما یک کاش دیگه. اما یک کاش نداره، شرط خودت بود. خدا رو چه دیدی؟ شاید ما هم آدم شدیم. آقا مجید منتظرت میمونم برگردی.
نوکرت هم به مولا. یه ذره تخمه برا تو برده. اینا رو نمیشنم مرد خان، اینا رو میذارم برای یادگاره. میگه مرد خانو بهتر از اول ما عروسی کنم بعدم برم جیبه، یعنی وقتی مجدی برگردوندن من میرم جایی مجدی پر میکنم. آها بایرام مجد تکویسان. چش پس میرم، ولی خیلی دیلم پلای شما میمونم. آها بایرام. بله میکشمت باقالی، لباس شش من گوده میباسم اینجا سرسر کردن به این خود خواهده نداری؟ خودم چیزی نبود، داشتی با هم صحبت میکردی خلافظه میکردی. تو سفر کردی به سلامت، تو منو کشتی به خجالت، دیگه حرف آشتی نباشه با تو خرم تا به قیامت، با تو خرم تا به قیامت، دیگه حرف آشتی نباشه با تو خرم تا به قیامت، با تو خرم تا به قیامت. حالا اینجا رو داشته باشیم، برو دیگه نگام نکنه چگونه صدام نکنه، برو دیگه نگام نکنه چگونه صدام نکنه، هر به تو زوره چی نکنه اصیل اشتباش نکنه، برو دیگه نمیخوامه مگه زوره، برو دیگه نمیخوامه مگه زوره. آقا بحث آواز کنیم، خلبانان ملوانان ای امید فخر ایران، پرواز کن ملایا جبه ها از لوس وجود اشرار، ارازل و اوباش مسون بدار. آمین. اوه بچه ها بچه ها، اوزا خیت صحابه شد. بس از شرارت، مگه شما ستون پنجم دشمنی؟ چرا خودتی ناراحت میکنه بابا عجبا، خونیت جسه نکن. برادرها هرچی نواری درخواسته هرچی میل داره بگه تو ایشا کنیم. نگه دار این ارازل اوباش رو بریدیم. برو بریم. خجالت بکشید، آخه این اشعار مبتذل مزخرف چیه که میخونید؟ بترسید از روز قیامت که میله داغ بکنن تو اون حلقومتون که انشالله دیگه صداتون در نیاد. آمین. حاجی جون شما بفهم و من خودم درستش میکنم. بچه ها فکر رو بکشید پایین. شب چهارشنبه است برای غافلگیری اموات صلوات. تو هم بلند شد جلوی این مظاهر بیدینی یه تکونی به خودت بده، یه عرض اندامی بکن آخه. یاران چه غریبانه، یاران چه غریبانه، رفتند از این خانه، هم سوخت شمع ما، هم سوخت پروانه، هم سوخت پروانه، یاران چه مخلصم آجا خان، التماس دعا. محتاجیم به دعا، یه دعایی برات بکنم که فرشته رو دست ببرم تو بهشت. آجا خان تقبل الله. چی داری بجو با؟ اگه نه الان سخت. آجا خان سلام علیکم. آجا خان سلام علیکم. خوش نگه داشتین و نمازمون قضا میشه. سلام آجا خان. باشه تا اینجا نمازشون شکسته سا. آجا خان اون پسته تخم آجیله چه میشن؟ نماز اتباقا کاملش خوبه. هرچی بکنه خدا میگه دمت گرم. منظورم اینه که از حد ترخص بگذشت نماز چهار رکعتی شما میشه دو رکعت. مؤید باشید انشاءالله. خواهش میکنم شما هم مؤید باشه. نوکرم بچه محلای گل بایدازه. این بزغاله بچه محل ماست؟ بچه محل ما این بزغاله؟ آره با من یاده نیم آدم مچه واسه تلویزیون رو ثبت نام کردن آبلیمو همون مردشون هست دیگه گوزی نمی کنه خودش اونجا. حالا فرمایش ایچه ها منم دوره هم صفا کنیم دیگه حال کنیم. بلند شبا نکمه آسی بشین دار شال تو بیچی گتا بایزده بخور ها نهارشو بخور توجه فرمایی
توجه فرمایید. بر اساس بفرمایید رزمندگان پرتوان اسلام شب گذشته عملیاتی را در منطقه جنوب آغاز کردند که منمون شورت در جریان اخبار فهمیدن ما اومده میخوان حمله نونی آغاز بکنن. آخه دیدی داشت مزید همه منی به کشتن داده. آخه این دختر قدر بود، این دختری گرفتی. بگی کوف کن نجه گلو بود دیر نشده میتونی برگردی. حاج آقا گو استخارت سالب در نایمده من خرگوش نشد. جگر عشق نداری سفر شیر مرو. حالا نمیخواد شما شعاره بکنی برای ما. بگو چند تا چایی بیاره. چشم آمدی. چی شده همون خیلی به خودت میپیشی؟ چیزی نیست، یه خورده سرم درد میکنه. سیگار میخوای بهت بدم؟ سیگار به چه دردش میخوره؟ بیا بابا چون دوات پیش خودمه. ببین از مرز گذشته است. خب ببین یه ذره میزی تو چایی هم میزنی تلخه میخوری ولی زود خوب میشی. فکر نکنی ما اهل این چیزی ما باشه. زخم پهلوم اینه ها بایدیم. چشم خواستی بازم بیرش کنم. میرم بیرون قدم میزنم. حالا سلام برادر. سلام عزیز مامانی. بفرما انتو خودتو چپر چشم. آقا اصل شما خارج بودی چی میخوندی؟ من چون از کودک خارج بودم همون جام پزشکی خوندم. بعد رفیقمون دکتره. دکی بزغاله به من نیشه تو پولی هم میتونی. منم بار اولم میام جپه. برای من یه علمه سابقه دارم. راست میگی؟ آره کاستاتو بیار ماست بگی. ممنون. من الان میل کردم دستون درد نکنه. من فقط اومدم خدمتون چون من راستش بخواین از به شما خیلی خوشم اومده. چی؟ چی میگه؟ ادبیاتتون. من میخواستم بگم که اگه بشه من بیام تو گروه شما. داداش همینجوری الکی که نمیشه. قربونت برم شرایط داره. اولندش باید مثل ما بچه محله اینا باشی. دوماندش باید تاس بریزی. اجازه بده بفهم. اینم تاس. یک تا پنجم بیاری قبول نیست. بگی بریز بینه. آخه اینکه خیلی سخته. بعد اون وقت اگه شیش بیارم چی میشه؟ آه شیش بیاری جایزه داره. جایزش هم اینه که دوباره باید بریزی. بابا نشستی با این دوچیه داریم برمیرین الان جا موندیم دیگه. سپر کن حالا میرین همه شون جایی کچه ما نمیشیم. سپر بکنی بکنی داکی برمیگرده. اینجا هم که تاشتی رد نمیشه تاشتی بگیریم بریم. حمید حمید رسول حمید جان آمار ما 291 پرستوه. این که با لیست ما نمیخونه. مفهوم شد تمام. شیش نفر کمه. اتوبوس ها همه اومدن پس کجا؟ آج آقا این نیروهایی که آوردین کمه. یحتمل همون اراذلی هن که توی قهوه خونه جا موندن. همون بهتر که نیومدن. همون بهتر که نیومدن؟ منظور چی حاجی؟ اینا اهل جبهه و جنگ نبودن که. فکر کنم ترسیدن برگشتن. این صدا چیه؟ جلال خالق اینا دیگه کیه؟ خود ناکسشون بدبخ شده. اینا اینجا رو از کجا پیدا کرده؟ کزن بحثی هم باشون بحثی سیاسی کنه ما بعدم داغونشون کنه. وایسا داداش اول بعد این یارو پیریه رو داغون کنیم. بیا پایین. نه 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 خودشه بیارش پایین. ما رو جا میذاره. خیلی خواهش کنم. 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 خیلی چیزی نیست جناب سروان. تصویر حساب شخصیه. شما بفهمید. من جناب سروان نیستم.
دیگه هم تکرار نشه. اینجا پادگان نظامیه، خونه خالتون نیست که هر کاری دلتون میخواد بکنین. مفهومه؟ با اجازه. این رئیس جنگ فکر. یا اول فست دردم زیاندی بچه ها بیچاره شدم، همه همون رفته مفت صاحب ماشین اومد. به 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 به، رسیدن به خیر. زحمت ماشین ما مفتاد گردن شما. با ما هم بله. اختیار دارید آجا قابا، با شما نخیر. این ماشینم سعی سالم خدمت شما، فقط یه سره شده دیگه، سویچ نداره، درش هم قفل شده. حاج آقا این نامردا وسط جاده ما رو قال گذاشتن، همه شاهدن. اتفاقا بنده و همه رزمنده ها در اتوبوس شاهد بودیم که اینا هر عمل قبیحی که دلشون میخواست از خودشون بروز دادن. چه عرض کنم والا. حالا عصبانی نشین، الان که شبه، باشه صبح یه فکری براشون میکنی. جفتا بده بیان بیم. 22 جفتا بده من بابا. 22 همون جفتا دیگه. بریز نوعتون یه دونه سیگار. خیلی خوب، حالا رو میریزم اینا. خوال خال 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 بابا چی خال خال بده بیان. جفت آقا کجا این شیشه؟ این یکه جفت شیشه میگی. بعد اقل یه پک از سیگار خودم بده بزنم. بیان. سلام عرض. سلام علیکم. بیرم نس نس چه دسته چه غری هم داره، نزوش حال اون رانم در اینچی شده. آره تیری پشم اصلا به این بچه مچه ها نمیخوره، خیلی هم مشکوک بزنه. همون سی بزن یه پاک دیگه بزن. سلام. سلام خبیر. دست درست کوچولو، تو باز چی اومدی جفت آخه؟ به خاطر خاطر خواه شده. نه به خاطر به پا لالت دنیا نری بابا، خدا شفاعت بده. آره خدا بزغاله سر به سر این بچه نزا خدا رو خوش نمیاد. چیزی نیست رزمنده، بذار بخنده. نواتش کو چقدر بچه مشه ریخه تو این جفت هموسی، اینا که بخاری پا نمیشه. آره جونتو، ما باز خودمون میومدیم جنگ و کنترلاتی برمیداشیم تمام میکردیم و برمیداشیم. بابا ما نیومدیم جپه بجنگیم که، ما آمدیم اینجا داشت مجید ما یه چند تا عکس بندازه ببر نشون میزه بده، بلکه بختش باشه. جون ما میخوای بختت باشه؟ خب بذار خودم برات یه فال بگیرم ببینم بختت باز میشه یا نه. یه شیتیل مشتی درار بذار روی این، بذار رو کارتا بگیر. دمت گرم بابا. اوه بایرا کدوم گوریه این؟ نمیدونم بایرا. آقا سلام علیکم آقا، خسته نباشی. اوچه جان گوارای وجود، خجالت نمیکشین شما؟ آخه این چه بساطی را انداختین؟ چیه مگه آقا؟ شما آخه این جبهه رو به گن کشیدین که؟ اون یکی که اینجا رو کرده مطرب خونه، اینا که کردن اینجا رو لات خونه، این یکی که اینجا رو کرده شیر کش خونه، تو هم که کردی قمار خونه. آخه جمع کنید این بساط فسق فجور رو. آخه آقا جمع کنید رو، اینا هم جمع کنید رو. فردا ان شاء الله تکلیفتون روشن میشه. یه دیگه هم نمیشه شاسوخ، یه عکس بگیر. بچه ها اینجا رو نگاه کنین، عکاس باشی رو آوردم، یه عکس یادگاری تو تهران خیلی به دردمون میخوره. برادر اون آرپوزیری بده، بده من زود باشی باشی دست. خب آماده سب کن، سب کن جمع نخورید برو برید. همه بگیم چی؟ خوش خوش برید. هنوز که شما خوابین که بلند شو. بلند شو. چی شده؟ حمله کردن؟ از اون عزیز من، از اون. از کجومه؟ حرف دهن منو باز نکنه. بلند شو وقت نمازه. بشو آها. بشو آقای امیرخان، آقای سوزوکی. بلند شو آقا جون، بلند شو آقا جون، بلند شو نماز تو بخون. ما خوندیم کی خوندی؟ هم دو ساعت پیش. عزیز من تازه دارن از اون میگن. خب دیر میگن آجی. بلند شو بایدام، بایدام پشو. از آقا تقبل الله، من قضاشو میخورم از آقا. بلند شو، بلند شو بینم، بلند شو، بلند شو بخون آقا مصطفی پشو. چشم بلند شو، امیر دودو پشو بینم. هر وقت حمله کردن منو صدا کن، کاریت نمیشه. لا اله الا الله. محبت همیشه عزیز هسته نمیشه، امام تنها نمیشه، عزیز خسته نمیشه.
اینا به درد اینجا نمیخوره. یا جای اینا اینجاست یا جای من. دیشب همه شاهد بودن چه علم شنگی به پا کردن اینا اینجا. بفرمایید ببینید توی بساطشون چه چیزایی هست. آج آقا بنده به شما توصیه میکنم که بالا غیرتن برای اینا دیگه ریش گرونه. کار اینا از این حرفا گذشته، دیگه کارشون منکراتی شده، توی وسائلشون آثار لهو و لعب و نمیدونم قمار پیدا کردن. غیبتشون نباشه، بنده دیشب با گوشای خودم شنیدم که دور هم جمع شده بودن صحبت شاه و بیبی و خاج و گیشنیز و شنبلیله و اینجور چیزا بود. یعنی موردشون سیاسی بود؟ آره آج آقا با من. بله شماها دیگه همه رو کلافه کردین، به نظرم برگردین تهران بهتره. اینجور کارا در شأن بچهای رزمنده نیست. اینا تو خط فکری ما نیستن. چیه کارنامه؟ آخر کرم خودت ریختی کمالی. درست حرف بزن. اینجا چه پس؟ چلا میدون نیستش که. یه داری تون میری مشتی. چیت می‌نازی؟ یه من ریش؟ به ریش نیست که، به ریشه است. به ریشه است. ولی ریشه شماها توی آبه نه توی خاک. وگرنه این 8 سال کجا بودی؟ داشتیم برای شما دعا میکردیم. احتیاجی به دعای شما نیست. هری به سلامت. خودم گوشش از این حرفا پره. یه مش عملی چشترون اومدن جبهه. چی گفتی؟ دوز خودتی. چی چشترون؟ دیگه بری بیشتر از کپانو درد. خلافشون تیگتو رو اونایی بکشت به چشتر تمله کردن، نه رو خودی. بریم بینیم بابا. بریم بینیم بابا. ما چه تکلیف اونو نوشتیم، دیروزم عکس یادگاریمونو گرفتیم. بنده از اون افتاد گفتم که این آدم بهشون نیستن، نه شما زیر بار رفید نه آموز. ما تکلیفمون ادا کردیم، دیگه تصمیم گیری با فرمانده هست. برای سلامتی ها جاهای کف مرتب سلامات بفرستید. الله میبینم که باز گرد و خاک را انداختیم. آجی اتفاقا داشتیم گرد و خاکا رو میخوابوندی. اشکال شهری که نره. چه ارز کنم بنده؟ آجی جپه جپه که میگفتن این بود. نخواستیم آدم شیما زدیا. سلام مرزی خانم شماه؟ آه بایرام رسیدی؟ جیبه هم دیگه مجی نمیبینی صدای تون شما. مرزیه؟ ایا مجدی بهش بگو جلو ملوها نره ها. ننمه میگه به بایرام بگو جلو ملوها نره ها. بهش بگو مجد دست ماست، نخواهیم بری من میبرن نمون جلو. آقا بایرام. بله. اگه اونجا یه وقت شربت چیزی بهت دادن نخوری ها، میگن شهید میکنه. چی؟ شربت چی هستی شهید میکنی؟ نو بابا. با چی حرف میزنی باقالی؟ آقا میرزا کوشی رو بدیم مزید حالشو بپرسن. الو عوضی باش بایزه. سلامون علیکم. بفرمایید آقا مجید. خودت این ناراحت نکن، میرزا که اینجا نیست بدون ما رو اخراج کردن. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بچه آب لیمو صلواتی. بده بابا دست مجید نخورن. چرا؟ مرز خال. نه ما یه فامولی داریم، تلفن کرد گفت هیچ وقت از این شربت ها تو جبه نخوره، شهید میشه. آرا بینیم بابا آلو خوش. اینجا همه چی صلواتی میدن، حیفه بریم خدا وکیلی. بریز یکی دیگه. ای بابا من میگم نخورین، شما دوتا میخورین. بله میکنم بابا. اگه دوتا بخورین مفقود الاثر میشین آقا. میخوام شما چه تعشو میخوری آخر شاید راست میگه. آقا سلام. سلام. حاج مجید سوزوکی درست دارم میبینم؟ شما ها کجا؟ اینجا کجا؟ دنیا خیلی کوچیکه داداش. نه مشتی بهتر شدی؟ ای بد نیستم. بفرما بزن. نه نمیخوام. نه تا سیگار نیست. شما هم اگه همدیگر میشناسین؟ بله ارادت داریم خدمت شما. تو را که از تهران میومدیم با ماشنا شد. خوش به حالتون. شما زود رسیدی به تو ماشین دادم، ما دیر رسیدیم این بابو چپ افتاده بیرونمون کردن. شما تو گردان ما این؟ من نه، من چیزه توی آشپزخونه لشکرم. فکر کنم برادر مرتضی تو گردان شما باشه. آشپزی؟ آشپزی. اما قابلمه بس خورده تو سره.
حالا خدا وکیلی جبه اومدنت مثل مکه رفتنت نباشه. نه داداش، این دفعه راست سکیه. دیدیم قیافه ما که به این حرفا نمیخوره. گفتیم دو سه هفته بیام این دور برای فر بخوریم. بلکه میرزا هم خیالش راحت شد که ما آدم شدیم. بله من که با جبهه مپ شما کاری نداشتم. جبهه ما؟ خب آره دیگه. ما که عتیلی به شما نیستیم داداش. آها. یعنی مملکت مال شما ها نیست؟ بیا. باش برده سیفی جان بیا. هوای رفقای ما رو داشته باش. خلاصه یه جوری وساطت کن که مهمونت باشه. چشم. اگرم مشکلی بود بگو من بازم چیه؟ یارو کمالیه گیرش بعد می سیفی جان. ما سفارش آشپز ماشپز کارمون راه نمیفته داشت. سید مرتضی تو خودت اینا رو میشناسی یا کسی در مورد اینا سفارش کرده؟ حاجی جان جبهه همه جور آدم به خودش دیده. شما که ماشاءالله سرد و گرم روزگار چشیدی برادر من. بله حاج آقا، ولو اینا دیگه واقعا نوبرن. داش مشتی و لوتی تو جبهه داشتیم، همین گردان بغلمون از این تیپ آدم پره، ولی اینا آقا جان انسان‌های تارک و سلات دین و ایمون ندارن. بنده به زرس قاطع عرض میکنم، البته غیبتشون نشه، بنده با دوتا چشمای خودم دیدم که هیچ کدوم برای نماز صبح بیدار نشدن. بنده هرچه تلاش کردم افاقه نکرد. یعنی تارو نشده هیچ کدوم شما نماز صبحتون قضا بشه؟ نشده؟ حتما نشده آجا. آجا چه دخلی اونا به ما دارن آخه؟ برادر من دین و جبهه برای اصلاح همین آدم هاست. این که بیرونشون کنیم و آدم نمیشن حرف شماست نه حرف دین. یهو بگو من ازشون بدم میاد خلاص، چرا به نام دین باهاشون برخورد میکنی بنده خدا؟ حاج آقا شما به بنده اجازه بدین من خودم شخصا مسئولیت همشون به عهده بگیرم. اگر سر به راه شدن فبه حل مراد، اگه نشدن اصلا خودم باشون بر میگردم. از این تضمین بالاتر میخوای حاج آقا؟ نمیدونم چی بکنم. باش اما سه چهار روز بیشتر فرصت نداری ها. میتونی تو این سه چهار روزه سر براشون کنی؟ امید به خدا. یا علی با اجازه عجب بفرد. شما رو هم اقبال کردن ها؟ اینا که یه عمر آدم نشدن این سه چهار روزم روش نکن آقا نزد بشم بشم خدا حرکت کن بلند شو بیا بیرون مردم بشم بلند شو بیا بیرون بودم بشم بلند شو بیا بیرون بوتیهای بیستاوان بزن بوتیهانه بیرون بشم بشم خدا حرکت کن بشم بشم برپا بشم دشمنت تو چرت و پرت نکن بزن ما برچش دشمنت من تو خوری تو بچم بزن ما برچش بدو ماشینا حرفا ماشینا ما چی زده بودیم پری حرف نباشه حرفا ماشی نازم بابا حرفا ماشینا بنده الان زن گرفتن چی بود؟ چی برفتن چی بود؟ برای شرک تا بذار ما برگرد اشید اشید ارپا اشید ارپا اشید ارپا. اینجا جبهه هست، خونه خاله نیست. هر لحظه باید منتظر یه حمله و شبیخون باشین. سلام کی بود هستا؟ بیا بیرون وگرنه گروهانو تا صبح سینه خیز میبرم. بیا بیرون. بلا شک یکی از همین اراذل بودن. من بودم آج آقا. تو دیگه چرا ماشاءالله نامیدم کردی دور اردوگاه سینه خیز میری تا بهت نگفتم وای نمیسی به جام. بله اونایی که جدید اومدن خوب گوش کنن، از این به بعد کسی با زیر پیرنی نمیخوابه. دستمالی از زیر رو فراموش کنین، سیگار کشیدن ممنوع. تا
مرحمت هست که ممنوعه. پس بگین یه بار هرچی بمونیم. هر کس نمیتونه یه قدم بیا جلو. چشم. حاضر تقبل الله. خدا حافظ. ما رو حلال کن. بچه ها خدا حافظ. برو گم شو سر جات. ها؟ بابا تو زورشی که نمیشه به آدم شربت بدم بخوره جا. از اون آدم این کردیم. مرتضی راشون بنداز. چشم آجی. گروهان در اختیار خودشون. زهلم لی تلکوندی همه چیزیمون نزبه هم بارده تازه میکرد در اختیار خودشون. چیزی نمیده؟ سلام محمد. داشت مرتضی این پسره که کمالی تنبیش کرد گناهی نداشت بنده خدا. همش تقصیر این بزغاله ما بود. بله خودم فهمیده. کارش خیلی درسته. چیش درسته؟ هیچی ولش کن شرط بکنم. کله گروهان یا الله یا الله یا الله هو بگو با فقط بگو یا الله یا الله یا الله هو بگو با فقط بگو یا الله یا الله یا الله حاجی وجود اینا نظم گردن رو داره به هم میزنه. تو رو خدا نگاهشون کن. گیوه هاشون و دکمه هاشون و انگار اومدن چاله میدون نه جبهه. عجله نکن حسن جون. حالا یه چند روزی فرصت دارم. تو این مدت سید مرتضی شاید تونست سر برا شد. میگه من باید حال این چه قراره بگیرم. باش میگه فلت دادن؟ چیزی نیست. حالا فلت دادن با تو زیاد تکون نده. شکسته؟ نه نشکسته. از جاش درمانه. تو ادامه نده. باشه دارش. شرمنده داده شرمنده. نارنجک 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 ضد نفر برای جنگای نزدیکه. پاکسازی سنگرا، زره پوشا، خودرا. نگاه کنید 40 تا تیکه روش هست. یعنی وقتی منفجر میشه 40 تا ترکش میاد طرفتون. پس خطرناکه. اصلا با شوخی نکنید. خصوصا این حلقه رو هیچ وقت نکشید. تو دستتون میگیرید و بعد حلقه رو میکشید. برادر نکشی ها. نترسید. تا وقتی این زامن توی دستتونه و رها نشده هیچ اشکالی پیش نمیاد. اما به محض اینکه این زامن رها شد فقط 3 تا 5 ثانیه فرصت دارید که پناه بگیرید. خب مرد عمل کیه؟ من بودم ترک کردم. خوش نشیدم. میدونه تو زندان. خیلی خوب دیگه مزه نریزید. حسین جان بیا تو پرتاب کن بقیه یاد بگیرن. چش آقا معلم پخمتر این بابا پیدا نکردی؟ چطور مگه؟ بابا این بچه زبونش میگیره. تا بیاد یک و دورو بشماره سه میشه دهمنمون سرویس همون. خیلی خوب یکی از شما هم امتحان کنه. بایرام باشه کار خودته. ها؟ ببینیم عزیز قلیمون هم مرده من میخواستی امتحان بدیم این دختی گردن بیا منا. بیا نترس شاید یه روزی به دردت بخوره. میبریش اونورتر پرتش میکنی.
چاشنی نداشت. سرکار باشی ما رو داشت؟ درس مردشناسی بود. مردونگی به سیبیل و گردن کلفت و ادا اطوارای این شکلی و دستمال یزدی نیست. توی جبهه ها مثل این مرد زیاد پیدا میشه. چند تا داوطلب میخوام بریم پشتیبانی وسایل بیاریم. کوچولو تو اگه تو محل دمپر ما بودی لات خوبی میشدی. همون برامو برامو داشت مجید و ایوان اوکی پاشا شیتیلا رو جمع کن. ببخشید آقای مجید شیتیلا رو من دو نخ سیگار شیتیل بعد بدن اینا. باشه جمع کن شیتیل دیگه بابا بی سوار بده مالیتا رو من میدم. این دو نخ من نیستم. یا الله یا الله. سلام علیکم داش مرتضا. آقایون سلام علیکم. اینجا سیگار ممنوعه. مگه پمپ بنزینه؟ نه خیر. منطقه نظامیه. خب شما چیکار میکردین؟ تمرین قوطی اندازی با دستمال یزدی. خب وقت نماز اگر صلاح میدونید با هم بریم نمازی رو ما تو اینا فقط سابقه این نماز سماحت داریم. اینا هیچ کدوم نماز بلد نیست. خب چه اشکالی داره؟ اگه شما قول بدین که تیراندازی با دستمال یزدی رو یاد من بدید منم قول میدم نماز یادتون بدم. ایوالا ایوالا داشت مورد روکرت نمستم داشت مرتضا. ببین داراش اول باید خیستش کنی دستمال تو که شق صدا بده. نه اول باید کروس نیت داشته باشی. ببن فک تو بعد اینجوری میتابونی؟ آه میشینی رو دوتا پا نشون میگیری زارت. این زارته خیلی مهمه. زارتش باید در بیاد. بزن ازاستش. دست درد نکن. آه نه نه زارتش قرصه بالا. ایوه ایوه دشماری را ایوه ایوه دشماری را ایوه ایوه تقبل الله حضرت جیلی نوف. میبینم که درس اخلاق آقا مرتضی داره جواب میده انشالله. ایشون اومدن شما رو اصلاح کنن خودشون دارن اصلاح میشن. خداوند همتون رو با هم محشور کنه انشالله. گفتم اگر شرط بندیتون تموم شد صلاح دونستین گاهی اوقات یک نمازی هم به اون کمر صاب مردتون بزنید. خواهش میکنم. بچه ها اینجا دستمال یزدی غلاف تا تهران. اینجا باید یاد بگیرین چجوری برجک بزنید. پرید لا اله الا الله. آخه این سوار قبیحه چیه رو دستت کشیدی؟ آدم رو دست خودش خلاف شهر میکنه؟ شهرمنده آجی یادگاری دوران جاهلیه. خودم هم که نمیتونم کارش بکنم. بسکرین خودت پاکش کن خاکش کن. بچه ها فاصله نندازی مستتون رو بکشید. اون بسته که میکشن. ببند در گاله رو کپک تو سش شد تو باره. از این به بعد هر کسی حرف بد بزنه فوش بده جریمه داره. جریمه اش هم یه نخ سیگاره. سقفای گرینوف جون میده و زیر باقالی بالا. آج آقا تقب بلالوه باشو بریم باز کنه. آج آقا بفرمین شما نمیه نماز؟ سوال کنم آجاقا صف شده با عزتون. چی؟ خره اونی که صف میکنن قضاه. حاضرها منظورش اینه تشریف اونه اهدا بکنن. ما هم الان داریم میریم تشریف اینه اهدا بکنن. بریم اهدا با عجزه میبینید آجاقا عجله نکن برادر. سیگار بگیم. کریم سوسکه کریم داشت کریم نه کردم داشت کردیم خوشتی دیگم چه داری؟ اشتباه گرفتی برده. بابا من بیشن بیشن قلپاق دادش جواتی بیشن که برو سر آموزی شده اونو کریم یاده جاته ما بچه یه شد و ما عرف افقت دو برو نیرار تو ماشین جامعه تان بیاده. بابا مثل که ما رو یاده داته بود. نه چی میگی تو کریم سوسکه؟ کریم سوسکه ویژه دیگه جبهن او کریم سوسکه مر ما دیگه نمکیر جبهه شدیم. حاج کریم حاج کریم استیدش رفتیم بچه یه شد. اینه که اینه رفیقای ما نمه امیر کپک داش موسی امو سیفی جاد اونم مجید سوزوکه اینم باقالی
دیدم از قیافشون معلوم جبهه نیست. حاجی شدی با. آه حاج کریم حواست باشه. ناکرتم. آقا با شما کار دارم. حاج آقا بیسیم داری. خیلی ناکرتم. التماس دارم. قربونت برم. یا علی. بجان. نارنجک رو بدوید. دستمون عادت کرده. خواهیت اصلاح کن. اصلاح کنم. های بابا دیروز صبح زدن. هر کی به ما میرسه میگه اصلاح کن. بودو بودو. زهر مار امه ننه آقای مجید فوش دادن الان سیگار میتونیم بگیریم امه ننه که فوش نیست فوشای چیزدار فقط حسابه دوکی فوش دادی بابا چیز بس اولش باشه بابا مثل به من دهنه تو این ولش کنی یه باک سیگار فکر نمی کردم که به قولتون عمل نکنید رسم لوتیگری اینه صحابش اومد جمعش کن خیسکی تا جمعش کن شین میم ره کی میدونه یعنی چی؟ شوش مولوی راهن خوب به این عکس ها نگاه کنید اون وقت از وحشت شوش و مولوی راهن رو سرتون هوار میشه خون یا علی عامل اعصاب تاول بوی بادوم تلخ ببینم تا حالا این چیزا به گوشت خورده؟ این چه جنگیه؟ این که نامردی همون موسی وجود دارم بیان بایستن رو در رو دعوا کنم خوب گوش بدید شما 9 ثانیه بیشتر فرصت ندارید برای اینکه اینا رو بزنید روی صورتتون اینطوری فقط 9 ثانیه یه نفس اضافی کافیه که زمین گیر بشید پس بشمور یک بشمور دو بشمور سه ما سلام بفرمایید خودشون هستن آقا سرهنگ محمود شرافت جناب سرهنگ اینجا هم دست از سرمون بر نمیدارید ها شما افتخار ارتش هستید جرم که نکردم سرهنگ داوطلب اومدم جبهه اما برادر محمود این رسته در شأن شما نیست شأن؟ همه این بچه ها ستاره هاشون توی این آسمون از ستاره های رو دوش من بیشتره قول میگم برگردم تهران آدم بشم دیگه خدا لعنت کنه خدایا خیلی ممنون زحمت نکش خودم پیدا کردم آقا شیریه مگه نه بو بادو تخ بده بله بله این فکر کنیم جدیده بو باقالی میده بزن ماسکا خدا لعنتت کنه بایرام آخه الان وقت این کار هست داریم بابا این بایرامه من فکر کردم اونا زدن خودم هم امید حمید رسول امید جان وضعیت حاجی وضعیت سفیده عامل شیمیایی نزدن که یعنی چی؟ کی اول اعلام کرد عامل شیمیایی زدن؟ الان معلوم شد Thank you.
کی به شما گفته ماسک بزنید؟ کی برای اولی بار گفت ماسک بزن؟ آقای بیژن بزغاله؟ آقای بیژن نیستن بیژن خورده جا بیم بیرون بیم بیرون از آقا بیژن گفت که من یه کار کردم اینا گفتم بزنه که مریض نشه سلام علیکم سید مرتضی تحویل بگیر نیروهایی که میخواستید تربیت کنی تحویل بگیر کریم باش تو محاصره داره طرف میشه اینا یه گردانو به مسخره گرفتن حاجی دیگه قابل تحمل نیست دیگه نمیتونم اینجا بمونم تحملشون دیگه سخته اصابش ضعیفه آقا سید مرتضی مهلت دیگه تموم شد دیگه از دست منم کاری بر نمیاد شما هم دیگه شورشو در آوردین اینجا جای اینجور کارا نیست وسایلتون رو جمع کنین برگردین تهران آخ جون حاج آقا هم گفت بریم تهران تشریفمون چی ادا کردیم دیگه بریم چیه؟ بدکار که نیستم هستم میخوای من تنبیه بشم نه حسن آقا اگه قراره کسی تنبیه بشه منم البته اگه قراره کسی اخراجم بشه بازم نه تو برای چی سیه؟ حاج آقا حکایت من حکایت اون کسی که اومده دیگران آدم بکنه اما هنوز خودش آدم نشده من اگر آدم صالحی بودم خب اینا رو درستشون میکردم عیب از منه نه اینا برادر کمالی چی کار کنم؟ میخوای بخیزم؟ کلاغ پر برم؟ چی کار کنم؟ تو رو خدا کوتاه بیا چیه؟ چرا اینجوری نگاه میکنی؟ مگه ندیدی چی کار میکردن؟ الواتی که جبهه اومدنشون هم اثر بهونه است نه تقلیب چی کار باید میکردم؟ باش آقا شما یه چیزی بگی بشینن برپا بشینن برپا بشینن برپا بشینن برپا داداشم عزیزی بشینن بابا ایول دارم برپا واسه خاطر این بزغاله و باقالی دارن تو اون پس میدن برپا بشینن 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 همین کریم اما کجایی شما خدچی که سرپا شما کجایی؟ کی میخوایی بریسی خواه؟ کجایی شما؟ اما یه چیزی بریسید های بچه ها پرچایی بچه ها کور کنه طرف ها چی بیدید؟ سرات نمیشه با کریم به بچه ها بگو مقاومت کنن فردا صبح مینوها میرسن بابا یه خط آتیشی یه چیزی بریسید اما یه خط آتیشی چیزی شنیدم مهمون نوازای خوبی بودین محبت از شمشیر و تازیانه برنده تره این رفیق خودمه با من کار داره بذار یه چیزی دارم بترمک بابا بترمک سرجاد یارو فرمانده پرمانده است بابا یه قرص مسکن میخوام بهش بدم خر خودتی حالو این یارو از اولش هم تیریپش به آشپز ماشپز نمیخواد ما رو فیلم کرده بود با کس مگه معصوم به اون مست لایعقل که عبا رو صورتش انداخته بود تا حضرت نبینتش نفرمود در هیچ صورتی روتون از من برنگردونید همینه اشداء علی الکفار رحماء بینهم برادرا دلاورا امروز روز شماست
و جنگ در حساس ترین شرایطشه. تمامی کفر در مقابل حق و حقیقت سفارایی کردن. کجان رستم دستان و سیاوش و کیکاووس تا ببینن شیر بچه های حیدر کرار چطوری بدون گرز و تبرزین و رخ شاخ قول استکبار رو شکستن. دیشب بمبارون شدین، میدونم تلفات دادین، خسته این، خبر دارم. اما همرزماتون تو محاصرن، اونا بعد از خداوند چشم امیدشون به همت شماست. امشب به یاری خدا به طرف خط حرکت میکنیم. هر کس شب قدر و روز انتخابی داره. وقت انتخاب شما هم فرا رسیده. اونایی که حیدریان یا علی؟ دمتون گرم. تا صبح به خاطر ما بیشی باشه رفتین دیشبا. ما یه سری لوازم شما رو تو این مدت پیدا کردیم، گفتیم قبل رفتن بدیم. ببرین اینا رو. این مال تو میسین که این ضبط صوت شما هم سنگ یادم همیشه گوش میکردی. تو چی کار میکنه؟ این تو چادر افتاده بود تو ساکت بود. بفرما این مال شما. مال منه. دکی کرمه. وای مرسی های بزغاله، من پوستم خوش که خوش بود. اینم مال تو. مخلصم آنچه گیرنو آقا این تسبیح شما، اینم ساعتی که گم شده بود دیگه. ما رو حلال کن شهید شدی. ببخشیدم دفتاتو بده کردی؟ بله بله پوتینم اینا. اینطور که شنیدم شما عکساتونو گرفتین و کارتون با جبهه تموم شده. حالا که همه بچه‌ها دوستان شما اینجا بمونین، تصمیم با خودتونه. میتونین برگردین تهران، میتونین هم با ما بیاین و تو عملیات شرکت کنین. من که از خودمو بمونم، برای این دعاشون بدجوری شکاره. کمالی با من. شما تصمیم خودتونو بگیرید. ولی یادتون باشه از اینجا به بعدش دیگه بازی و شوخی نیست، جنگ مرد میخواد. آقا درست میگن. دیگه از اینجا به بعد خطرناکه. مجبور نیستید بمونید. آقا مجید، من فکر میکنم تا اینجا هم که موندید به مرادت رسیدی. منم یه نامه برای آقا میرزا نوشتم که نه، نامه پا من نمیخواد داشت مرتضا. به خیالم اینجا یه چیزی گرفتارم کرده. دالاش باز خاطر میرزا و دخترش اینجا وایستادن، اما این بعد باز خاطر دل خودم. اما آخه دیگه هم آخه نره داشت مرتضا. مگه تو خودت نگفتی این مملکت واسه هممونه؟ من دختر میرزا رو بدون این آب خاک نمیخوام. آجی پاوری تا آخرش با تستم. عزیز من چند دفعه استخاره میگیری؟ تو که پدر من رو در آوردی با این استخاره گرفتنه. ماشاءالله جانی رو نگه دار. ببخشید مردم، به ما گفتن استخاره بیان پلو شما دیگه. شب کن ببینم. جالب نیست عزیز من، جالب نیست. یعنی برگردیم بهتره؟ نه خیر، یعنی اگه برگردی ممکنه عقوبت الهی در انتظارت باشه. چی؟ عقوبت الهی؟ عقوبت الهی یعنی چی؟ یعنی که شما اگه وسط کار برگردی رفیقاتو طعنه بزنی اون دنیا در حال آسفالته. خود من سه گرفتار شدم. مگه من سه گناه کردم؟ برم جلو صدام دهنم یه اسفالت میکنه، برگردم اونجوری دهنم اسفالت میشه؟ مگه من شات خاکیه واقعا؟ بیا برو سوار شو باقالی، اینقدر نترس. با یه کله گنده‌ات خودم هواتو دارم. برو با
پدر عاشقه بسوزه آج آقا. برو به خدا سپرده. پدر من آقا هیچ وقت زن نگیره. پا به پای تو میام هر جا بری گوش به حرف تو میدم هرچی بگی من گذشتم از همه برای تو جونمو میدم بناد به سادگی. پا به پای تو میام هر جا بری گوش به حرف تو میدم هرچی بگی من گذشتم از همه برای تو جونمو میدم. من برای اصلاح شما همین یه سیگارم ازتون بگیرم منرکم شاده؟ میشه ما گوش کنه؟ اشکال نداره. شما این آدم رو هم منحرف کردید. ایشون آدم سربراهی بود. این چه دیگه مجازه دیگه؟ نه شما آدم ها این چیه دیگه؟ بی خود نیست میشن چیلی نفتی که از آسمون داره میاد یه دست هوری از آسمون داره میاد یه دست هوری همه شون با کل به سر مگوری مگوری توی بهشت عجب داره جشن و سروری توی بهشت عجب داره جشن و سروری همشون کاکل به سر گوگوری مگوری بگو همشون کاکل به سر گوگوری مگوری. این هوری که میگن چیه آجی؟ آقا نسیش برادرها همه اهل حال اینا حورالعین بهشتی. شما سر به راه بشین انشالله نصیب شما میشه. داره میاد.
کرد! امداد کرد! یالا! برید تو جان کنه! حاجی! اگه همینجا ببونیم خیلی تلفات میدیم. تانکاشون خط رو شکستن، دارن به پست امداد نزدیک میشن. باید هرچه سریعتر از این معبر رد بشین. این میدون مین از عملیات قبل مونده، هنوز پاکسازی نشده. از اینجا رد شدن خطرناکه. نگران نباش کمالی، تخریبچی ها بایدون هستن. حاجی کرتی چی؟ ارادتان نما جواب. اونا دارن آدم میشن، کسی داره لات میشه. بری سری کمالی بگیر. یا علی حضرت عباس حمله کردن برد شد ماسکشو برداشت گذاشت رو صورت اون تفلک. جزاکالله حاجی. جزاکالله خیر. یعنی چی حاجی؟ یعنی همون دمت گرم شد. پس شما اون دمت گرم و خیر حاجی. حاجی چی شده؟ حاجی آقا شربت شهادت شکوب هم نزده، مجروح شده، زنبازه. خیلی خوب دیگه، شوخی بسه. بجنبید. خیلی ها تا اینجاش اومدن، اما تو میدون مین کپ کردن. امتحانی بود؟ ترس تو وجود همه هست، ولی این ترس رو باید شکست. وقتی به میدون مین رسیدیم، تخریبچی ها سیما رو بر میدارن و به مینا میرسیم. ببخشین زنه سروان، این مینا خانم و سیما خانم چیزوری اومدن اینجا؟ اینجا چی پور از نامحرمه؟ منظورم سیمای خاردار و مینای ضد نفره. داشت مرتضا، آدم خوبه چیز داشته باشه. شما چی بهش میگی؟ ما بهش میگیم جیگر. آره همونا. ولی ما بهش یه چیز دیگه. ببن فکر تو زایه. خیلی خوب بسه دیگه، بسه. میخواییم بریم، آماده شید برای رفتن. یا ور تخریب چیه من با من و همراه. Thank you.
پاشا بریم. یا علی، یا علی. مجید خوبی داداش. آس مرتضا، ما بالاخره آدم شدیم. کارت خیلی درسته. چیم درسته؟ هم کارت مجید. درد مجید گریه نکن بزغاله. مجید ما رو تنها نذاره بری. ها ما رو نگاه ننه و آبجیمونو دست کی بخواهیم بسپاریم؟ به من فکر تو مرد که گریه نمی کنه. داشت مجید، داشت مرتضا جونم، این دم آخری یک کاری واسه ما میکنی؟ هرچی که باشه مجید جونم. باش یه نخ سیگار با بچه ها، یه نخ سیگار بشون. گفتم یه نخ سیگار بدین. بدین دیگه بابا، عصبانه نکنه دیگه. خدایا تو دیگه کی هستی؟ این لاتا رو کشوندی 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 تا اینجا که رو منو کم کنی. قبول، تو بردی. یه کاری بکن. یادم نبود تو ترکم. داشت مرتضا یه دقیقه رو مو کنیم بری. داشت من دهنو تو مجید جان، این دم آخری ذکر بگو، خوبیت نداره. داشت دهن ما نجسه، یا اون الباتی کردی، اما قبول نمی کنن این حرف. دست به دل این حرفا چی بزنی؟ یاد اون شعر میرزا افتادم، گفت در کوی نیکنامان ما را گذر ندادن، گر تو نمی پسندی.
بازی بچه گونه.